وقتی شما میزان اکسیتوسین میره بالا پاسختون به یه شکل تغییر نمیکنه بستگی داره که طرف مقابلتون تو کدوم کتگوری بذارید خب دوست دشمن یا غریب است خب ما یه دستبندی یه تیفی داریم که آدم ها توی دسته های مختلفی از این قرار می و به نظر میرسه که ریش های تکاملی خیلی قدرتمندی داره به خصوص این طبقه بندی دشمن دوست خودی غیر خودی خب یعنی وقتی ما یه نفر رو توی کتگوری غیر خودی ببریم انگیزه خیلی قدرتمندی برای فرو همدلیمون و رفتارهای پرخوش کردن افزایش پیدا میکنه و همینطور اگه توی دسته این گروه و خودی قرار بگیره احساسات همدلانه بسیار بالا میشه خب اما نکته اینه که ما این مکانیسم ها رو داریم و مثل یه اجده های خفته در وجود ما هست اما چطور این بیدار میشه چی باعث میشه که من اونو شناسایی بکنم و این اجده ها رو به, سمتش، به سمت اون هدایت بکنم نکته که وجود داره و به نظر من برای ما خیلی جالبه اینه که بخشیش در واقع توی مغز مکانیسم هایی که وجود داره ولی بخشیش شناختیه حاصل آموزش حاصل یادگیری خب من میخوام با این مثال حرفم رو به شما منتقل بکنم خب ممکنه شما اگه بخواد دوستتون رو بترسونید یه شوخی باش بکنید یه مار پلاستیکی میندازید جلوش و وقتی اون فرد مار رو میبینه دو تا اتفاق ممکنه برش بیفته خب اتفاق یعنی در واقع قبل از اینکه اون پاسخ خراب بده یه سازوکاری مقدم بر اون هست که داره شناسایی میکنه که آیا این مار واقعی یا پلاستیکیه اگه تشخیص بده مار پلاستیکیه رفتارش چی میشه میخنده فضا صمیمانه میشه شوخی میشه با هم گپ میزنید اما اگه تا سیستم تشخیص بده اون مار چه اتفاق میفته فرار میکنه خب یعنی در واقع من یه پاسخ هایی از پیش آماده شده دارم ولی برای اینکه پاسخ ها شلیک بشه نیاز به یه سیستم راهبری دارم که به من بگم که این چیزی که توی محیط دارم میبینم چیه خب کاتگوریزیشن کارش اینه ما سطح ادراکی دنیا رو چیکار می‌کنیم؟ یه طبقه‌بندی ادراکی می‌کنیم، مقوله‌بندی ادراکی می‌کنیم. این مثلا خطر این غیر خطر این غذای این غیر مغذی و مواردی از این دست و بر مبنای اون پاسخ ما چی میشه؟ شکل می‌گیره. در مورد محیط اجتماعی و دنیای اجتماعی سوشال کارنیشن هم همینه. ما یه سازوکار‌هایی داریم، یه مکانیسمایی داریم که آدم‌ها رو برای ما چیکار میکنن. دسته بندی میکنن و وقتی دسته بندی میکنن بسته به محض اینکه اون فرد اون کتگوری قرار بگیره پاسخ ما چی میشه شروع میشه